روز بعد آخرین حملات تروریستی، خیابان‌های هول و هوش لندن بریج و برو مارکت بیشتر به شهر ارواح شباهت دارند. برخلاف آنچه مرسوم است و در دیگر شهرهای جهان بلافاصله پس از حملات تروریستی صورت می‌گیرد، کسی در محل حاضر نشد و در همدردی با 9 نفری که در این اقدامات تروریستی جان خود را از دست دادند و یا 50 نفری که مجروح شدند و 13 نفر از آنها می توانند در ساعات آینده جان خود را از دست بدهند، دستگلی را کنار خیابان قرار نداد. خیابان‌های اطراف لندن بریج و برو مارکت که شنبه شب شاهد حملات تروریست‌های اسلام‌گراه بودند، یک شنبه البته هنوز به روی عبور آبرین و خودروها بسته هستند. حتی روزنامه‌نگاران هم حق ورود به این منطقه و یا حتی نزدیک محل اقدامات تروریستی را ندارند. البته اگر از روزنامه‌نگاران به ویژه رسانه‌های تصویری بگذاریم که شمارشان ساعت به ساعت افزایش پیدا می‌کند و گروه‌های کوچکی از جهانگردان کنجکاو، نشانی از لندنی‌ها در این منطقه دیده نمی‌شود، نه پیاده و نه با خودرو. برخلاف پاریس که پس از اقدامات تروریستی مشابهی در نوامبر 2015 هزاران و هزار دستگل و شمع در نزدیکی رستوران‌هایی که مورد حمله تروریست‌ها قرار گرفته بودند دیده می‌شد، در لندن روز بعد از حملات تروریستی شنبه شب گلی دیده نمی‌شود. تنها در نزدیکی برو مارکت چند پلاکارد در همدردی با قربانیان شنبه شب دیده می‌شود. تروریست‌ها در هفته‌های اخیر برای سومین بار در بریتانیا دست به حملات تروریستی زدند. 22 مارس در عملیات مشابهی ابتدا روی پل وستمینستر شماری از آبران را زیر گرفتند و راننده این خودرو نیز پس از آن با چاقو به مأمورین پلیس در مقابل در پارلمان حمله کرد. این اقدام تروریستی 5 کشته و 49 زخمی به جای گذاشت. 22 می در منچستر کنسرتی که عمده شرکت کنندگان آن را نوجوانان تشکیل می دادند مورد حمله تروریست های اسلامگرا قرار گرفت. در این حمله 22 نفر کشته شدند و حالا نوبت لندن است، قلب لندن، یکی از معروفترین پل های این شهر و بدون شک منطقه پر جمعیت مانند برو مارکت که روز و شب پر از اهالی شهر و جهانگردان است. حمله به لندن 5 روز قبل از انتخابات پارلمانی در بریتانیا صورت می گیرد. تریزا می نخست وزیر بریتانیا یک شنبه صبح در داونینگ استریت مقر نخست وزیری پس از یک جلسه اضطراری اعلام کرد انتخابات به تعویق نخواهند افتاد. خانم می گفت از زمانی که شرایط اضطراری برای مقابله با تهدید تروریسم اسلامگرا وجود دارد، کشور ما پیشرفت‌های چشمگیری برای خونسا کردن عملیات این خرابکاران و حفاظت از جان شهروندانش انجام داده است. خانم تریزا می در ادامه گفت ولی زمان آن رسیده است که بگوییم وقتی بس است، بس است. همه باید بتوانند زندگی عادی خودشان را ادامه دهند و جامعه ما باید بتواند بر پایه ارزش‌هایش
فعالیت‌های خود را ادامه دهد و برای همین زمان تغییر رفتار در مقابل تروریسم رسیده است. بدون شک حملات تروریستی شنبه شب بر انتخابات پنج شنبه تأثیر خواهند گذاشت. البته مشخص نیست این تأثیر چگونه خواهد بود. در اولین نظرسنجی که پس از حملات تروریستی شنبه شب منتشر شد، تفاوت بین محافظه‌کاران و حزب کارگر به 1% کاهش پیدا کرد. بنابر این نظرسنجی، حزب محافظه‌کار در حال حاضر می‌تواند روی آرای 40% از رای دهندگان حساب کند. حزب کارگر در این نظرسنجی 39% آرا را به خود اختصاص داده است. البته تا پنجشنبه صبح که حوزه های رای گیری درهای خود را به روی رای دهندگان باز خواهند کرد، هر اتفاق کوچک و بزرگی می تواند نتایج دیگری را از صندوق رای بیرون آورد.